از دومین سالروز پیروزی امارات اسلامی طی مراسمی با حضور مقامات اداره محلی و کادرهای علمی در دانشگاه ولایت هرات گرامی داشت به عمل آمد. شماری از استادان دانشگاه از دستاوردهای حکومت در امر مبارزه با فساد، تأمین امنیت و توجه به کارهای زیربنایی استقبال کرده و خواهان بازگشایی دروازه‌های مراکز تعلیمی و تحصیلی بر روی دختران شدند. از سوی هم مقام‌های اداره محلی هرات تأکید دارند که برای آبادی کشور به قشر تحصیل کرده و کادرهای علمی نیاز است. 24 اسد مصادف با دومین سالروز پیروزی امارت اسلامی در کشور است و از این روز طی مراسمی با اشتراک مقامات اداره محلی و کادرهای علمی در دانشگاه ولایت هرات تجلیل گردید. برخی از استادان دانشگاه برقراری امنیت و برخی پیشرفت‌هایی را که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور صورت گرفته می‌ستایند، اما از حکومت می‌خواهند که دروازه‌های مراکز آموزشی را به روی دختران بازگشایی کنند، فرصت‌های کاری را ایجاد کرده و در عرصه تحصیل سرمایه گذاری کنند. برای فردای ما در طبابت خانم خود ما به خانم ضرورت داریم که ما خواهش من این هست که این پیام از اینجا برسه که امید دارم که این آشفتگی روانی هم که لازمه اقتدار حکیمیت اسلامی هست که علم توسعه پیدا کنه و سرحد تامین بیابه و به سرحد تولید علم بشه و ما رو به طرف خودکفایی برسانه که کشور ما به طرف خودکفایی برسه. جوانان کشور ما متاسفانه تقش را تحصیل کرده و اونا تحصیل کرده در حال فرانند و خواسته ما از جوان اینه که اینا باید تحصیل خود آمدن و همچنین که ما از هر جلسه که از علمی از پانتون دایر میشه ما حضور داریم، رؤسای پانتون و رؤسای پانزده پانتون همه تشویق میکنن که ما در خدمت شما هستیم، ما به شما کمک رسانی میکنیم، به شما همکاری میکنیم. از سوی هم مقامات اداره محلی هرات میگویند این پیروزی و آزادی بزرگ همانند دو پیروزی دیگر در مقابله بر قدرت‌های جهان با توکل به خدا و با حمایت مردم به ارمغان آمده است. آنان با ابراز اینکه کادرهای علمی باید دورنمای خوب از دستاوردهای حکومت داشته باشند تاکید دارند که امارت اسلامی نیز برای رفع مشکلات کنونی در کشور به کادرهای علمی نیاز دارد. بعضی مسائل نیاز به دیالوگ، نیاز به بحث داره و جای بحث پوانتون هست، جای گفتگو پوانتون هست و ما انتظار داریم در پوانتون هرات محل گفتگو ایجاد شود، میزگر جور شود، اساتید صحبت بکند، فضای باز باشه، محصل ما صحبت بکنه و طرف مقابل قناعت بده. پوانتون یعنی دیالوگ، پوانتون یعنی گفتگو، پوانتون یعنی روشنگری، پوانتون یعنی ایستاد کردن، پوانتون یعنی ذهنیت دادن، پوانتون یعنی ضد جنگ. و گامی دیگر، برای نخستین بار ما بینیم که در تاریخ تحصیلات عالی وزارت محترم تحصیلات عالی 412 میلیون افغانی صرف بخش تحقیقات اختصاص داده است که این رقم با توجه با منابع مالی شخصی که افغانستان داره و کمک های خارجی قطع است یک رقم درشتی هست و در چوکات پانتون های زونی در تشکیلات پانتون ها بسای معاونیت های تحقیق اضافه شده است. این در حالی است که دو سال قبل به تاریخ 24 اسد نیروهای امارت اسلامی بعد از تصرف 32 ولایت کشور شهر کابل پایتخت افغانستان را نیز بعد از فرار اشرف غنی به تصرفشان درآوردند.